آیا ممکنه ویروس کرونا از دل یک آزمایشگاه نظامی در آمریکا بیرون اومده باشه؟ این سوال یکی از تئوری‌های توطئه و شایعاتی است که علت اصلی گسترش ویروس کرونا رو سناریویی از پیش طراحی شده میدونه. بر اساس این فرضیه نیروهای پشت پرده قصد دارن سیاست و اقتصاد جهان رو تحت تسلط خودشون در بیارن و برای این کار از سلاح‌های بیولوژیک استفاده می‌کنن. در بعضی از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین برخی مسئولان میگن کرونا یک سلاح بیولوژیک ساخت آمریکاست. آیت الله علی خامنه‌ای فرضیه حمله بیولوژیک رو در فرمانی به سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا مطرح کرده بود. باید ببینیم آیا این صفحه ما کار خواهد کرد یا نه. بله میکنه ظاهرا. این توییت آیت الله خامنه ای هست که در اون صحبت از یک حمله بیولوژیکی کرده بود. بعد از انتشار این خبر وزیر خارجه آمریکا واکنش نشون داد و او هم توییتی کرد. در توییت خودش مایک پومپو، در توییتی که الان میبینید، او هم در این توییت به رهبر جمهوری اسلامی گفت که به جای صحبت از دفاع بیولوژیک بهتر بود حقیقت رو در مورد پروازهای رفت و برگشت به ووهان چین به مردم میگفت. البته فرضیه حمله بیولوژیک به اینجا ختم نمیشه. سخنگوی وزارت خارجه چین هم در توییتی گفته بود که این احتمال رو مطرح کرده بود که ممکنه این ویروس از دل آزمایشگاه‌های نظامی آمریکا بیرون اومده باشه. این هم توییتی هست که دیدید. اما اتفاقی که میفته این است که بسیاری از جمله پزشکان متخصص احتمال این فرضیه رو رد کردن. یکی از این افراد ایرج ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران بود که در یک برنامه تلویزیونی احتمال ساخته شدن این ویروس در یک آزمایشگاه نظامی آمریکا رو رد کرد و گفت خود آمریکا بیشتر از بقیه از این ویروس آسیب دیده. ما در حقیقت اپیدمی‌های دیگه هم داشتیم، چه در سال‌های مثلا توی 20-30 سال گذشته و چه در گذشته‌های دور. و اینکه آیا این یک جنگ بیولوژیک بوده، شما خواهید دید که الان خود امریکا بیشتر از همه از این ویروس آسیب خواهد دید. شاید یکی از کشورهایی که از همه کشورها شفافتر اعلام کرده تعداد مبتلایان و مرگ رو، واقعا ایران بوده. شما این کشورهای همسایه ما ترکیه، من مطمئنم که تو خیلی از کشورها این هست، منتها حالا به هر دلیلی افراد اعلام نکردن یا اونو مخفی میکنن. در امریکا هم همینجوره، در اروپا هست. شما وضعیت ایتالیا رو میبینید، کره جنوبی رو میبینید. واقعا این خیلی بعیده که یک جنگ بیولوژیک باشه. بیشتر ویروس شناسا و متخصصا ادعای ایران در مورد تغییر ژنتیکی ویروس کرونا در آزمایشگاه رو رد میکنن و به نظر اونها این مسئله هیچ پایه و اساس علمی نداره. آمریکا که متهم فرضیه جنگ بیولوژیکه برای مقابله با کرونا وضعیت اضطراری اعلام کرده. تا به حال 2500 مورد ابتلا به این ویروس در آمریکا تایید شده و بیش از 50 نفر از اونها هم جونشون رو از دست دادند. با این حال همچنان بعضی از رسانه‌های فارسی زبان در ایران روی این موضوع پافشاری می‌کنند که کرونا یک ویروس دستکاری شده است. این دانشی که بنده دارم به شما میگم، این احتمال رو به من میده که این ویروس دستکاری شده است. این ویروس خیلی ساختار پروتئینی عجیبی داره. جالبه، یک دانشمند روسی گفته آمریکایی‌ها یک سال قبل واکسن این رو ساختن، واسه اینه که تعداد کیس‌های آمریکا کمه و به ارتشی‌هاشون واکسن زدن. ولی ما الان غافلگیر شدیم. کشور ما در عرض 19 روز الان کشورمون آلوده شده، شهرها رو داریم می‌بندیم، الان بحث قرنطینه داره مطرح میشه به خاطر اینکه این ویروس ساختارش متفاوت با کرونا ویروس‌های مرس و سارس هست. این ویروس الان داریم ما رو بیمارها مطالعه می‌کنیم، جالبه برخی ها تا لحظه آخر هیچ علامتی ندارن. من دارم صدها کیس رو می‌بینم و لطفاً به من کمک بکنید برای اینکه آمریکا دانش فنی سینتتیک بیولوژی و مهندسی ژنتیک الان این توانایی رو به ما داده که ژن رو دستکاری بکنیم. حتی می توانیم اونهایی که دارن کار میکنن تو رژیم صهیونیستی عوامل بیوتروریستی می سازن که فقط یک نژاد خاص رو آلوده بکنه، فقط فلسطینی ها رو.
از دکتر پال هانتر، ویروس شناس و استاد پزشکی دانشگاه ایست انگلیا پرسیدم این تئوری ها و احتمال اینکه این ویروس در یک لابراتوار تهیه شده باشد چقدر جدی است. I do not think any of these conspiracy theories are even remotely true. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این تئوری های توته حتی ذره ای به واقعیت نزدیک باشن. ما می دونیم که این ویروسیه که عموما در خفاش ها پیدا میشه و می دونیم که ویروس ها می تونن از خفاش ها به انسان جهش داشته باشن، معمولا از طریق یک جانور واسطه، و این دقیقا چیزیه که در مورد سارس اتفاق افتاد و همه شواهد ژنتیکی دلالت بر این داره که این بار هم دقیقا همین اتفاق افتاده. محتمل ترین توضیح این میتونه باشه که شکارچیانی در جنوب شرقی آسیا، شاید در چین، شاید در ویتنام یا کامبوج، حیواناتی رو شکار کردن، اونها رو به بازاری در چین منتقل کردن و در حین انتقال این حیوانات در تماس با خفاش‌ها هم بودن و خفاش‌ها اونها رو آلوده کردن و چون حیوانات در جریان این جابجایی دچار استرس زیادی بودن، خیلی مریض شدن و مقدار زیادی ویروس در اونها انباشته شده و بنابراین وقتی این حیوانات زف میشن، در این فرایند زف و قصابی ویروس از حیوانها به انسان رسیده و انسان را آلوده کرده. ما حدود 15 سال پیش مقاله‌ای رو منتشر کردیم و نشون دادیم که این احتمالاً دلیل پیدایش سارس بوده. در مقاله‌های دیگر نشون دادیم که این گونه تجارت خطری برای سلامت عمومه. و اگر اینطور شایعات رو دولت‌ها عمدن پخش کنن، باعث میشه مردم دیگر کاری برای متوقف کردن چنین بحران‌هایی نکنن، چون تا زمانی که به طور جدی با کنترل تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی جلوی گسترش عفونت‌ها رو نگیریم، این اتفاق‌ها دوباره تکرار خواهند شد. اگر افرادی بیان و با این شایعه‌ها عمدن توجه عموم رو از دلیل واقعی شروع ویروس منحرف کنن، اون وقت اپیدمی‌های بیشتری خواهیم داشت و انسان‌های بیشتری خواهند مرد. انواع و اقسام ویروس‌های این چنینی در خفاش‌ها وجود دارند و منتظر فرصتن که یک چنین بحرانی رو دوباره ایجاد کنن. They're all waiting the opportunity to cause a similar outbreak to what we've got at the moment. آیا این ویروس به لحاظ بیولوژیک جایی بین سارس و کرونا ویروسی که از قدیم می‌شناختیم قرار داره؟ دو جور کرونا، دو خانواده متفاوت از کرونا هست. ویروس های کرونا آلفا که بسیار از اونها زنجیرهای انسانی هستند و دهه هاست که در انسان ها در گردش هستند و عامل سرماخوردگی معمولی هستند. حدود یک سوم سرماخوردگی ها نتیجه ویروس کرونا آلفا است. بعد ویروس های کرونا بتا رو داریم که کووید 19 از این گروهه و سارس نمونه دیگریه و مرس یا سندروم تنفسی خاورمیانه هم نمونه سوم. این ویروس های نوع بتا هستند که خیلی در خفاش ها گردش دارند و خفاش ها میزبان اصلی اونا هستند، که البته خود خفاش ها خیلی از این ویروس ها مریض نمیشن، ولی اونها رو به پستانداران دیگر منتقل میکنن که مریض میشن و بعد ویروس رو به انسان منتقل میکنن. در این زمینه پژوهش‌های فراوانی موجوده و اگر هر نهاد دولتی بخواد چیز دیگری بگه، داره دروغ میگه. دکتر پال هانتر بود، ویروس شناس. اما دکتر مازیار اشرفیان بناب با ما هست، متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه چستر. آقای اشرفیان بناب معتقد است که ماجرا جنگ بیولوژیک نیست. و از تهران دکتر مهدی خزلی پزشک به ما هم، ایشون هم پیوستند. آقای خزلی معتقد است که احتمال این وجود داره که این ویروس دستکاری شده باشه. آقای خزلی بذارید با شما شروع بکنیم. چرا فکر میکنید احتمال این هست که این ویروس دستکاری شده باشه؟ با سلام خدمت شما و عرض تسلیت به قربانیان این بلای بزرگ، عرض کنم که من میخوام بگم قاطعیت در عدمش یا تأییدش هر دو غلطه. هم میتواند همین مسیری که پزشکان و محققین گفتن از طریق خفاش اومده باشه و هم میتواند اون بحث سلاح بیولوژیک مطرح باشه. و اینکه ما بگیم سلاح بیولوژیک چرا، بله همه جا گرفتار میشن، اروپا هم گرفتار میشه، آمریکا هم گرفتار میشه، اما واقعیت این است که درسته که از نظر ژنوم همه انسان ها خیلی شبیه همن، اما هر فردی اون ژنوم اختصاصی خودشو داره، اون سرانگشت خودشو داره و این سرانگشتی که ما میشناسیم اثر انگشت اختصاصی است، یا وقتی آی اسکن میکنیم میدونیم که این چشم آی اسکنی که میشه کاملا اختصاصی است برای هر فرد. من میخوام بگم در سفید پوستا به هر حال یک اشتراک ژنی هست که اینها سفید پوستن یا سیاه پوستن یا غیره. شناسایی این مشترکات خیلی
راحته. وقتی من میام یه نمونه ژنتیکی میدم، ژنوم بنده رو بررسی میکنم و بعد میگن شما 10,000 سال پیش به فردی میرسی در بروجه و یا 15,000 سال پیش یک زنی در خراسان، پس داره اینها رو یک بانک اطلاعات ژنتیکی دقیق بیان میکنه. و حالا اگه کسی بخواد، من میخوام بگم رد نکنیم، چون قطعا این جزء تحقیقات کاملا فوق سری آمریکا و کشورهای پیشرفته است، و رد نکنیم. اونا دنبال این هستن که فرد یک نسل یا یک قوم یا یک نژاد بزنیم کنار، نژاد سرخ رو فقط بزنیم، این که خیلی ساده تره. نه، یک فرد یک ویروسی ساخته بشه که با رسپتورهای شخص مثلا رئیس جمهور فلان کشور ارتباط برقرار کنه، همه آلوده میشن. اما اونجایی که رسپتورشو داره و میتونه بیماری کشنده باشه، اون فرده. لذا میبینیم به واسطه همین مطالعات هست که مثلا رئیس جمهور روسیه یا آمریکا وقتی جایی میره، حتی مدفوع اینها رو بسندی میکنن، برمیگردن که ژنوم اینها دست کسی نیفته و نتونن این بیوتروریسم کارشو بکنه و ترور بکنن. این رو رد نکنیم بالکل. نمیخوام تایید کنم که حتما یک سلاح بیولوژیک بوده، ما دنبال تایید قطعی نیستیم، اما قطعی هم رد نکنیم. اما احتمالش رو میگین نباید رد بکنیم. آقای اشرفی، ما پاسخ شما رو بشنویم. اجازه بدید پاسخ آقای اشرفی مون رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم برنامه و همینجور همکار عزیزم و دوست گرامی جناب آقای دکتر خزری. عرضم به حضور شما در رابطه با کرونا، من کاملا مخالف آقای دکتر خزری هستم. من فکر میکنم تحقیقات علمی کافی و بسیار معتبر در سطح جهان انجام شده و نتایجش در مجلات و نشریات علمی بسیار معتبر منتشر شده و نشون میده کاملا با تحقیقاتی که ما در علم ژنتیک داریم و میتونیم ریشه یابی کنیم که یک ویروس، یک میکروب یا یک هر جانداری، هر موجودی از کجا ریشه گرفته. کاملا نشون میده این تحقیقات که منشأ ویروس کرونا در یکی از بازارهای ماهی فروشان ووهان چین بوده که حالا پرندگانی که آلوده بودن اونجا وارد شدن و این ویروس رو به هر حال به انسان منتقل کردن. در این مورد کوچکترین شکی نیست و من فکر میکنم این تئوری در واقع سلاح بیولوژیک یک فرافکنی و یک بحث کاملا انحرافی کسانی در ایران یا بعضی کشورهایی که حالا به هر حال منافع خاصی حکومت ها دارن، یا به خاطر توجیه بیکفایتی خودشون در مقابله با این ویروس این مسئله رو مطرح میکنن، و یا شاید دنبال منافع سیاسی و نظامی هستن و میخوان به هر حال شرایط کشورشون رو و موقعیت سیاسی و جغرافیایی پلیتیکس کشورشون رو تحت کنترل بگیرن و این مسائل رو مطرح میکنن. مطلقا اینجور نیست. ما در علم ژنتیک امکانات و به هر حال روش های بسیار دقیقی داریم که میتونه ثابت بکنه و ثابت کرده که این ویروس منشأش از خفاش ها بوده. و آقای اشرفی مولانا، چرا فکر میکنید حتی یک اونطور که همونطور که آقای خزری گفتن یک درصد خیلی کمی حتی جا برای مثلا خطا یا شک گذاشت؟ سوال شما هم خیلی مهمه و هم خیلی سخت. ببینید، من هم معتقدم که تاریخ رو باید 50 سال بعد خوند. ممکنه در آینده ما چیزهایی رو ببینیم، بشنویم یا حتی یاد بگیریم و علم و تجربه ما بیشتر شه، اون چیزی رو که امروز بهش باور داریم در شک بکنیم یا بازنگری کنیم. ولی به هر حال امروز سال 2020 میلادی ما از نظر علم ژنتیک به جایی رسیدیم که به قاطعیت میتونیم بگیم که ریشه ژنتیکی یک بیماری یا یک ویروس کجا بوده و با قطعیت بتونیم این به اصطلاح تئوری توطئه یا منشأ انسانی یا سلاح بیولوژیک بودن کرونا ویروس رو رد کنیم. و من امیدوارم مردم ما، و مهم این هست، حالا به هر حال ما الان در یک، همونجور که قبلا در مصاحبه عرض کردم، ما در یک جنگ بیولوژیک هستیم و مهم اینه که ما، مردم ما و تمام مردم در سراسر دنیا بدونن ما در جنگ با یک ویروس هستیم که حالا به هر حال به خاطر تکامل طبیعی به مرحله ای رسیده که میتونه انسان ها رو آلوده کنه و باید مرگ و میر زیاد بشه. آقای خزری، در صحبت های پروفسور هانتر هم شنیدیم که او ابراز نگرانی میکرد از این تئوری توطئه.
دلیلش هم این بود که میگفت اگر انسان ها باور بکنن که این ساخته یک لابراتوار هست، اون وقت متوجه نمیشن که چقدر خوردن حیوانات وحشی و حیواناتی که ممکنه خوردن اونها باعث وجود این ویروس ها بشه از اونها دوری نمی کنن و جدی نمی گیرن مسئله رو. یعنی حتی میگفت خطری وجود داره پخش کردن این گونه آنچه که اون میگفت شایعات. ببینید دقیقا همینطوره. این من میخواستم فقط بگم احتمال رو رد نکنیم و مطالعه کنیم، اما فعلا اون چیزی که دانشمندان بررسی کردن همین ارتباط با حیوانات وحشی و خفاش هست و از این مسیر اومده حلقه و باید جدی بگیریم. و اون میخوام رد کنم این قصه ای که یه عزیزی گفته بود، شما هم پخش کردید، که روی ژنوم ایرانی ها یا چینی ها تنظیم شده. من میخوام بگم که واقعا در ایران رو میخوام بگم، در چین خوب برخورد کرد، یک استان 40 میلیونی ووهان رو کاملا قرنطینه کردن و برخورد درستی بود، تونستن مهار کنن. اما در ایران به آمارها نگاه نکنید، نگیم ما 6% یا 5% ما قربانی داریم. اصلا آمار مبتلایان در ایران، سوای از این که دارم پنهانکاری میکنم و این حرف من هم بار داره، برای من ممکنه خطر داشته باشه، من حالا پنهانکاری رو نمیخوام بگم، میخوام بگم اساسا ریلایبل نیست، اساسا ما آماری نداریم. از بستگان خود ما در بیمارستان نفر سوم بوده که مبتلا شده، 2 نفر جوانتر بودن، اصلا اونا نیومدن تست بگیرن، رهاشون کردن، میرن بیمارستان میان و اون در آی سی یو. یا همشیره بنده در بیمارستان داماد ما آقای دکتر نوحی که سمتی هم دارن، هر دو اینا هم صاحب منصبن، اما مخفی میکنن، به جایی اصلا ابراز نمیکنن. من میخوام بگم واقعیت این است که پنهانکاری و بعد هم عدم رصد، ما رصد نداریم، غربالگری نداریم. اگه یک نفر رفته، سوپری که رفته و دنبالش میرن، اینجا اصلا رها شدن، او خود بیمار کرونایی از بیمارستان رها میشه، دنبال داروش تمام شهر رو زیر پا میذاره. آیا از بحث داریم کمی دور میشیم؟ فکر نمی کنید پخش، یعنی قبول این شایعه که این حمله بیولوژیکه و اینکه دولت آمریکا اون رو درست، فکر نمی کنید قبول اون واقعا میتونه راههای درست مقابله با این ویروس رو ما رو دور بکنه از اون مسیر؟ بله، میخوام بگم همین که آقای دکتر اشرفیان فرمودن، این فرافکنی و گمراه کردن هر به هر طریق اومده باشه، الان باید همه دست به دست هم بدیم، یک جنگ بیولوژیکه، با این ویروس باید مبارزه کنیم. حالا فرض کنیم اصلا ساختن، منشأش مهم نیست، ما باید بجنگیم. و اون نکته مهمی هم که پروفسور فرمودن مهمه، که اگر با این حرفها فراموش کنیم که اون وحشی خوری ها و حیوانات وحشی رو که وقتی استفاده میکنن، این میتونه چند بار آسیب زده به جامعه بشری و باز هم ممکنه آسیب بزنه. یعنی تغذیه ها رو در بخصوص در آسیای شرقی باید دقت کنیم و دارن دقت هم میکنن، بسیاری از این ارتباطات باید قطع بشه. آقای اشرفیان، خیلی کوتاه با شما تمام بکنیم، چه مشخصه ای در این ویروس هست که باعث میشه افراد، فرض بگیریم، چنین تئوری هایی در مورد اون مطرح بشه؟ ببینید، ویروس ها مثل تمام موجودات دیگه، تمام موجودات زنده، البته ویروس ها رو بسیاری از دانشمندان حد فاصل مرگ و حیات میدونن، حد فاصل بین موجودی که میشه زنده یا به اصطلاح غیر زنده نامیدش، ولی ویروس ها هم مثل همه میکروب ها و همه موجودات زنده هدف نهاییشون تولید مثل و تکثیر هست و بقا. به هر حال ویروس ها هم مثل همه موجودات زنده دچار تکامل ژنتیکی میشن و این تکامل ژنتیکی یک جور بهشون کمک میکنه که ادامه حیات بدن. این موتاسیون ها یا جهش های ژنتیکی در ویروس ها و مخصوصا در کرونا ویروس، که حالا به هر حال ویروس خیلی قدیمی هم نیست، یعنی ابتلاع انسان به کرونا ویروس تقریبا شاید چیزی کمتر از حدود 160-170 ساله که شروع شده و پیدا شده. این ویروس ها تکامل پیدا کردن و تکامل پیدا کرده کرونا و در آینده یقینا بیشتر تکامل پیدا خواهد کرد برای اینکه بتونه بقا پیدا کنه. سیستم ایمنی ما هم همینجور تکامل پیدا میکنه، ما ایمنی پیدا خواهیم کرد در برابر ویروس کرونایی که الان هست، ولی هیچ تضمینی نیست در آینده نزدیک یا دور سوش ها و گونه های جدید ویروس کرونا یا ویروس های دیگه به دلیل تکامل انقدر قوی بشن که بتونن ما رو مبتلا کنن و بعد در ما بیماری ایجاد کنن و باعث مصیبت های اینچنین بشن. اینه که همیشه باید هوشیار بود و مسئله مهم همونجور که دوست عزیزم جناب آقای دکتر خزعلی فرمودن، اینه که باید بررسی کامل علمی همزمان با مقابله با ویروس در کشور انجام شه. الان شما اگر نگاه کنید، کشورهایی مثل چین،
کره، ایتالیا، بی نهایت و به تعداد بسیار زیاد مقالات علمی در رابطه با محتوای ژنتیکی این ویروس داره چاپ میشه، ولی متاسفانه از ایران مقاله معتبر و علمی آنچنانی بیرون نمیاد. فقط ادعا و فقط همون بحث‌های انحرافی در مورد اینکه این ویروس ساخت آمریکاست یا ساخت دشمنه مطرح میشه. ممنونم از شما آقای اشرفیان برنا، وقت بیشتری نداریم. ممنون از هر دوی شما، دکتر مازیار اشرفیان برنا و دکتر مهدی خزعلی از تهران. ممنون. گروه بزرگی از کادر درمان در ایران که برای مهار کرونا تلاش میکنن از تأخیر مسئولان برای اقدامات احتیاطی شامل قرنطینه کردن شهرهای کانون بیماری انتقاد میکنن. اونها همچنین میگن امکانات کافی برای مقابله با کرونا ندارن. بعضی از پزشکان گلایه ها از مسئولان و توصیه هاشون به شهروندان رو در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن. اونها میگن برای شکستن زنجیره انتقال کرونا در خونه بمونید. بخشی از این پیام ها رو با هم بشنوید. بنده هم به عنوان یک بیمار کرونایی در حال نقاهت که هنوزم روزهای سخت در واقع تب و تنگی نفس گاهگاهی رو دارم تجربه میکنم، و هم به عنوان یک پزشک متخصص داخلی از نظام جامعه سلامت کشور و از دستاندرکاران مدیریت کلان در واقع وزارت بهداشت درمان گلایه مندم. روز 22 بهمن طبق گزارش پرستاران محترم اورژانس با یک بیماری در واقع مواجه شدیم که به خاطر تب و تنگی نفس و لرز بستری شده. سناریوی بیمار رو اعلام کردم و به این نتیجه رسیدیم که این بیمار یک پنومونی آنفولانزایی است و بلافاصله بیمار رو با ICU منتقل کردم تا تحت درمان در واقع قرار بگیره. روزهای چهارم پنجم متوجه شدم که دچار تنگی نفس دارم میشم و روز پنجم مراجعه کردم بیمارستان، سیتی اسکن ریه انجام دادم و متوجه شدم درگیری دو طرفی دیگه به صورت ارتشاء منتشر در هر دو ریه دارم. روز دوم بستری من به من خبر رسید که همسرم که خودش متخصص داخلی هست دقیقا دچار همین علائم شده. روز چهارم پنجم بستری من بود که در واقع متوجه شدم با بروز کرونا، یعنی که با در واقع بیماران کرونایی در شهرستان قم روبرو شدیم. گلایه ای من اینه که ای کاش پروسه بیماریابی کرونا خیلی زودتر، حداقل از اول بهمن، به صورت چارت‌های تشخیصی و درمانی خیلی منظم از طرف وزارت بهداشت به مراکز درمانی مختلف کشور و مخصوصاً به مراکز درمانی مراجع در واقع درمانی مراکز استان‌ها ابلاغ می‌شد. و ای کاش این تشخیص‌های ابتدایی زودتر صورت می‌گرفت و ما با این بحران روبرو نمی‌شدیم. کادر درمان داره کارش انجام میده، ولی به صورت فرسایشی و واقعا نمیدونم بچه‌ها تا کی میتونن دووم بیارن. اینو جدی دارم میگم، یه ریزشی داریم. خیلی از پرستارا هم انصراف دادن، هم خسته شدن. بیمارستان خصوصی حتی خیلی فشار روشه و کمک‌ها به صورت قطره چکونی داره انجام میشه. یعنی یک سری بیمارستانه که کمک میشه، ولی نمیدونم چرا دست کادر درمان مستقیم نمیرسه و تو انبارا دپو میشه و منتظر یه روز بدتری هم. نمیدونم این روز بدتر دیگه کی باید بیاد یا چجوری، ولی این بیماری همینجوری ادامه داره تا موقعی که زنجیره رعایت نشه، تا این ورودی به بیمارستان قطع نشه. این بیمارستان خروجیش درسته میشه، این دقیقا حالت عرضه و تقاضا داره. دولت فشار بیاریم واسه اینکه بیرون اومدن از خونه رو ممنوع کنه، شهرها رو قرنطینه کنه، راه‌ها رو ببنده، و اگه قرار حمایتی از کسایی که مشاغلشون تعطیل میشه انجام بشه، دولت این کار رو انجام بده. کادر بهداشت و درمان حمایت کنه. بیمارستان میدون جنگ نیست که شهادت توش افتخار باشه. به راحتی میشه با تعیین کردن تجهیزات از کشته شدن کادر درمان جلوگیری کرد. این بیمارستان فقط یک درگاه شده واسه اینکه مریض بیاد از اون درگاه رد شه بره به سمت لقاء الله. یعنی متاسفانه اینجوری شده که مریضا مراجعشون کمتر شده، اونایی که بدحالترن میان و اون بدحالا میان میرن ICU و ICU هم نمیتونه اینا رو برگرد. یعنی از آدمایی که میان میرن وصل میشن به دستگاه ونتیلاتور، هیچ کدوم این نمیشن، هیچ کدوم بر نمیگرده، خیلی درده. و بعدش هم دستگاه کمه، دستگاه ونتیلاتوری نان اینویزیو. ببین یعنی در واقع یه موقعی هست که مثلا دو تا مریض دارن، یکی سنش کمتره، میگن این کم سنتره رو بس کنیم به دستگاه. ببین چیزایی که داره
رو کادر درمان فشار میاره. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هست. آقای دکتر، چقدر این منع آمد و شد و منع تردد در شهرها ممکنه بتونه مشکل رو حل بکنه؟ این یک مسئله اثبات شده است، هم در همه‌گیری هایی که قبل از کرونا وجود داشته و هم تجربه ما در کشورهایی که موفق بودن، از جمله کره جنوبی. تجربه اخیری که ما داشتیم هم از لحاظ تعداد تلفاتی که به وجود اومد و هم از لحاظ کنترل بیماری بسیار موفق بودن و این چیزی نیست که هیچ کس بتونه انکار بکنه. مشکلی که در مملکت ما وجود داره این هست که همه بار مسئولیت رو میخوان بندازن بر دوش مردم. اگر قرار بر قرنطینه است، دولت باید اجرا بکنه و پشتیبانی های اقتصادی هم از مردمی که در خونه میشینن انجام بده، کما یک کشورهای دیگه انجام دادن. اما در حال حاضر مسئولین ما میخوان با کمترین هزینه همه بار مسئولیت رو بندازن گردن مردم. در مواقع دیگه در قرنطینه های سیاسی و اجتماعی خب تا حالا تونستن همه کار انجام بدن. در این مورد هم اگر اراده‌ای وجود داشته باشه واقعا میشه انجام داد، باید این کار انجام بشه، هرچند خیلی خیلی دیر شده. ما هفته ها زمان طلایی رو از دست دادیم، تعداد بسیار زیادی مبتلا شدن، اما هنوز هم دیر نیست و میتونه کمک کننده باشه، به شرط اینکه یک اراده قوی با پشتیبانی اقتصادی خانواده ها همراهش باشه. مردم مجبور به اطاعت از این قوانین بشن، ولی وقتی که دولت جدی نمیگیره و اراده قوی در این رابطه وجود نداره، تشتت مراکز تصمیم گیری وجود داره که 4 تا از 5 مرکز موافق این تصمیم نیستن، مردم همین قضیه رو جدی نمیگیرن و حرجی بر اونها نیست. و برای اولین بار در طول چند هفته اخیر امروز رسانه های ایران به صورت تفکیک شده قربانیان رو بر اساس سنشون و بر اساس جنسیت مشخص کردن و رده های سنی رو مشخص کردن. برخلاف اونچه که ما میشنویم و شنیدیم از رسانه ها، این که کشته ها همیشه افراد مسن‌تر جامعه هستن که جونشون رو از دست میدن، در این رده بندی و در این تفکیک میبینیم که کسانی که جانشون رو در ایران از دست دادن اکثرا بین 40 تا 50 و 50 تا 60 هستن. آیا این رده بندی چیز جدیدی رو داره به ما میگه؟ خب این ردبندی از این جهت حائز اهمیت هست که ما برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده که منجر به این موضوع شده. اول از همه در ادامه صحبت‌های قبلی من عرض بکنم که قرنطینه 2 تا خاصیت داره. یکی این که زنجیره انتقال روی جایی میشکنه و باعث انتقال کمتر میشه، و نکته دیگه این که باعث میشه بیماران 40 تا 70% مردم اگر قرار بر ابتلا هست به تدریج مبتلا میشن، به تدریج به مراکز درمانی مراجعه میکنن و مراکز درمانی فرصت ارائه خدمات درمانی رو دارن. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که به یک باره تعداد بسیار زیادی بیمار به مراکز درمانی مراجعه کردن. نه تنها مراکز درمانی ایران، در هیچ جای دنیا این حجم بیمار رو در یک زمان نمیتونه درمان بکنه. اتفاقش این میفته، منجر به این میشه که اولا درصد مرگ و میر بالاتر از درصد جهانی شده، یعنی به جای 3-4 یا حتی کمتر از 1% در کره جنوبی ما بین 7-14% مرگ و میر داریم. نکته دیگه عدم محافظت از جوانها، جدی نگرفتن این مسائل در مراکز درمانی، نداشتن مراکز درمانی، در واقع پوشش های لازم برای مراکز درمانی، باعث میشه که پزشکان ما که جزو طبقه جوان ما هستند، پرستاران ما، نیروهای خدماتی بیمارستان، آرامگاه ها، کسانی که در حمل و نقل بیماران دخالت دارن، اینها آلوده میشن. از اون ور سیستم درمانی هم الان پر شده و در واقع ارائه خدمات به نحو مطلوب نمیشه انجام بشه، منجر به این میشه که تلفات ما متاسفانه به سنین پایین هم در واقع یه مقدار رسوخ پیدا بکنه. ممنونم از شما دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن.